خب تا اینجا یه عکس آوردم از گوگل، اونو درست کردم، گذاشتم روی کاراکتر آماده، کاراکتر انیمیتور، و بعد آوردمش تو خود کاراکتر انیمیتور از فتوشاپ، و الانم میبینید که به شکل خارق‌العاده‌ای همه چی داره کار میکنه. ابروها بالا پایین میشن، مردم هم که چش چپ و راست میشه، و دقت کنید که وقتی حرف بی رو میزنم کاراکتر من چشمک میزنه. خب اگر من بخوام صحبت کنم اینجوری میکنم، مثلا شما میگم سلو خوب هستی؟ من بومشاد هستم، من خیلی وقتی که رفیق آقای طوفانی هم و قبول کردم که بیام باهاش فیلم آموزشی درست کنم. الان که دارم باهاتون حرف میزنم 4 میلیون فقط گرفتم اینجا وایسم، 8 میلیون گرفتم چشمک بزنم، 12 میلیون گرفتم که تا آخرش باش باشم، با همه اینا هیچی به هیچی بند نیست، ممکنه ول کنم برم. خب میبینین که با حرف بی روی کیبورد کاراکتر من چشمک میزنه. چرا چشمک میزنه؟ یادتون هست که ما در انتهای چشمهایی که قرار بود چشمک بزنه، یعنی این حالت، یعنی این، نگاه کنید، ما حرف بی رو گذاشتیم. چون حرف بی رو گذاشتیم این دوتا رو خاموش میکنه، اون میمونه، خود این روشن مونه، که البته جالب نشد. میتونیم مثلا برای این که جالب ترم بشه کارایی بکنیم، ولی دوتا خاموش میشه، اینطوری میشه چشم و بی روشن میشه که آخرش یه دونه علامت تعجب داره، برای این کار میکنه. عرضم به خدمتتون چند تا نکته دیگه بهتون بگم. در کاراکتر انیمیتور اینجا همینجا که دارید میبینید، در اصلا پروپرتیز بامشات در سمت راست یه ترانسفورم هست که شما میتونید اینجا اسکیل کلی کاراکتر رو ذره کوچیک کنید یا بزرگ کنید، این دست شماست. مثلا اینجا بکنید دیگه همه چیش دیده میشه به راحتی. مسئله بعدی اوپاسیتیشه، کلا میتونه این اوپاسیتیش کم باشه، زیاد باشه. دورانش هست که کاراکتر میتونه کلا مثلا دوران داشته باشه و شما میتونی اینجا با این دکمه ریستش کنی با حالت پیش‌فرض. و پوزیشنش هست، مثلا ایکسش کلا میتونه بگه آقا این ورتر اجراشه یا این ورتر اجراشه، همینطور ایگرگ. الان اگه دقت کنید خیلی به سمت بالا گرایش داره، من اینو میارمش پایین‌تر، میارمش این ورتر، الان دیگه وسط وسطه. و اما نکته بعدی، در زمانی که من در فتوشاپ بودم و داشتم اینو دیزاین میکردم، در همین هد و بادی که داشتم درست میکردم، مثلا در قسمت هد یه چیزی داشتم به نام اورجین در مورد سر. اگر این سر باشه چطوری کاراکتر انیمیتور میفهمه که گردن کجاست، سر کجاست؟ به این شکل که وقتی رو اورجین وامیستید، اگر دکمه کنترل شیفت رو نگه دارید، در مورد این لایه اورجین یک در واقع قسمتی هست که الان دیگه من کنترل شیفت رو ول کردم، با موس اینو میگم اینجا، و این میفهمه که لولای سر اینجاست در واقع، یا انکر پوینت سر اینجاست. در مورد دست ها هم همینجور، بالاخره ما اینجا یک آرمی داریم، یک مثلا چندونم بخوایم این دست ما حرکتی بکنه، نیاز داریم که بگیم لولاش کجاست. مثلا در مورد چست، زمانی که شما یا در مورد مثلا چه می‌دونم درگی بر رایت هند، اینجا وقتی آلت شیفت رو میگیرید دوباره اینجا میتونید بگید آقا کف دستش مثلا از کجاها تاشه، و در مورد درگی بر لفت هند ببینید کنترل شیفت رو که ول کنید میتونید حرکت کنید. در اپل فکر میکنم آلت شیفت باشه، در ویندوز کنترل شیفت. پس لایه‌های خالی وجود داره از نوع سمارت آبجکت که باید اسمش همین باشه، و دقیقاً روش محل لولای کار رو تعیین می‌کنیم یا انکر پوینت رو. بعد این الان علامت ستاره داره دیگه، کنترل اس می‌زنم سیف شه. عیناً در اینجا پریپر بامشات ردیف شد و الان گردنش راحت‌تر داره حرکت می‌کنه. شما دارید اینو می‌بینید.
خب پس این هم از انکر پوینت که در فتوشاپ تعیین میشه. بریم در ویدیوی بعدی من وارد پاپت بشم.